هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی خبر داده است. نوشین سید حسینی همکارمان از رادیو فردا در پراگ همراه ما هستش. خانم حسینی، جزئیات این طرح به چه صورته؟ بله، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه از اعلام وصول طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی خبر داد. ماجرا اینه که مهر ماه امسال محمود صادقی نماینده تهران در مجلس خبر داده بود که یک طرح دوفوریتی ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها رو به هیئت رئیسه مجلس داده. در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات پیشنهاد شده که پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم بشه. اون وقت در بخش دیگه ای از این طرح هم پیشنهاد شده که اگر ضبط و پخش اعترافات به دستور مقامات یا ماموران حکومت انجام شده باشه، مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی محکوم بشه. البته این طرح باید توسط هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع بشه. اما نوش، ماجرای پیشنهاد این طرح چیه؟ ماجرا اینه که در چند ماه گذشته پرونده مازیار ابراهیمی انتقادهای زیادی رو درباره ضبط و پخش اعترافات متهمان برانگیخت. مازیار ابراهیمی حدود 7 سال قبل، یعنی مرداد 91، توی یک برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، اعتراف کرده بود که با همکاری دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران مشارکت داشته. ولی آقای ابراهیمی که حدود 2 سال بعد، یعنی مرداد 93، از زندان آزاد شد، اون وقت به آلمان رفت و اونجا در مستندی که از شبکه بی بی سی پخش شد گفت که اتهاماتش جعلی بوده و تحت شکنجه وادار به اعترافات اجباری شده.